صنعت هواپیمایی ایران با اوج صعود می کند. همزمان با روز صنعت دفاعی، رئیس جمهور از اوج نخستین موتور توربوجت ملی هواپیما رونمایی کرد. به گفته وزیر دفاع، ایران در ردیف 8 کشور صاحب دانش و طراحی و فناوری ساخت این دسته از موتورها قرار گرفته. رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه توانمندی های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مراحل ساخت سامانه پدافند هوایی برد بلند باور 373 نیز دیدن کرد. سامانه های بومی که عملکردی نظیر S-300 دارد. رونمایی از موتور توربوجت ملی هواپیما همزمان با روز ملی صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور. خودمون باید اقدام بکنیم، رو پای خودمون باید وایسیم. رئیس جمهور در مراسم رونمایی از این دستاورد ملی ابتدا به متخصصان داخلی دست مریضات گفت و تاکید کرد صنعت دفاعی امروز ما نشانه خودکفایی است. شما امروز رونمایی کردید از توربوجت هواپیما و این به معنای آن است که در این زمینه گام بلندی رو صنعت دفاعی ما برداشته. آقای روحانی در ادامه پیشرفت صنعت دفاعی ایران را نشانی اقتدار دانست و تاکید کرد این پیشرفت مطمئنا در جهت ایجاد ثبات در منطقه به حساب می آید و رویکرد ایران نیز تقویت امنیت منطقه و گسترش مناسبات با کشورهای منطقه است. در قدم اول توانمندی ما باید به گونه ای باشه که بازدارنده باشه، چشم طمع به کشور ما نباشه. در قدم دوم باید در یک شرایط مبادا دفاع مؤثر بکنیم، دفاعی که دشمن رو تنبیه بکنیم و او رو پشیمان بکنیم. آقای روحانی از دو برابر شدن اعتبارات دفاعی خبر داد و در این حال گفت افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات سیاسی به خاطر قدرت ملی، وحدت ملی، یکپارچگی ملت، رهبری شجاع و اقتدار نیروهای مسلح است. رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه توانمندی های وزارت دفاع در حوزه هوایی بازدید کرد. کارشناسان و متخصصین کشورمون با ساخت موتور توربوجت ملی هواپیما گام مهمی رو در جهت توانمندی های دفاعی کشور برداشتن. گامی که میتونه از این پس حریم هوایی ایران اسلامی رو ایمن‌تر بکنه. ایران حالا با طراحی و ساخت موتور توربوجت ملی خود مدال هشتمین کشور دارای این فناوری را در جهان به گردن آویخت. امروز ما این توفیق رو داریم که با بیش از 3150 شرکت در سطح ملی همکاری میکنیم. بیش از 370 تا از این شرکت‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این همان تحقق دست به دست هم دادن وزارت دفاع، دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان است. موتور قلب پرنده است و اوج می تواند پرنده های مختلف نظامی و غیر نظامی با وزن 10 تن را تا ارتفاع 50,000 پا بالا ببرد. موتور توربوجت ملی ما بیش از 14,000 قطعه دارد و طراحی و ساخت آن راه را برای ورود ایران اسلامی به طراحی و ساخت موتورهای توربوفن و توربوشفت سنگین و نیمه سنگین هوایی و صنعتی هموار کرده است. نوسازی، به روزرسانی و افزایش عمر ناوگان هوایی نظامی و غیر نظامی کشور یکی از اهداف راهبردی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع است. جنگنده های ایران اسلامی از این پس با موتورهای کاملا بومی اوج قلب آسمان را می شکافند و اوج می گیرند. ایمان مرآتی، خبرگزاری صدا و سیما.